بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة إخلاص، كإن سورة در مكة مكرمة نازل شده است و 4 آيات دارد. الله سبحانه وتعالى می فرماید: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر بگو او الله یکتا و یگانه است، الله بی نیاز است و همه نیازمند او هستند، نه فرزند زاده و نه زاده شده است و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست. قل به یقین قطعی و با باوری و شناخت بگو هو الله احد، او الله یکتا، او الله یگانه و یکتاست و یگانگی فقط در او منحصر است. پس او دارای یگانگی کامل است و دارای نامهای نیکو و صفاتهای والا و کارهای مقدس است و همانند و شبیه ندارد. الله الصمد، و بندگان برای رفع همه نیازهایشان رو به سوی او می آورند. پس مردم جهانی بالا و پایان سخت به او محتاجند و حاجتهایشان را از او می خواهند و در کارهای مهم خود رو به سوی او می کنند، چون او در صفتهایش و در دانایی و علم کامل است و مهربان است که رحمت او همه چیز را فرا گرفته است و دیگر صفتهای او چنون می باشد. و از کمال الله این است که فرزند نزاده و نزاده شده است، چون در کمال بی نیازی می باشد. و لم یکن له کفوا احد، و در صفتها و نامها و کارهایش همتای ندارد. او با برکات و بزرگ است. این سوره در برگرنده توحید نامها و صفتها می باشد.